به نام خداوند بخشنده و مهربان و با عرض درود و سلام خدمت تک تک شما عزیزان و همراهان گرامی کانال سرخط. خیلی ممنون و متشکرم که با ما همراه هستین و با نظرها و پیشنهادها و انتقادهای سازندتون ما را همراهی میکنین. اول از همه میخوام عید پربرکت قدیر رو به تک تک شما عزیزان تبریک بگم. امیدوارم که همه در سایه ولایت علی به خوبی و خوشی و سلامتی زندگی کنین و ما رو هم تو این روز عزیز از دعاتون فراموش نکنین. با حکم قدیر آمده پس کار تمام است، ذکر لب مولا صلوات است و سلام است. هم شأن علی کیست؟ اگر هست بیاید، بالاتر از این دست محال است بیاید. عیدتون مبارک. خب دوستان، ویدیوی امروز رو با اظهار نظرهای معنادار دو مسئول شروع میکنم که این صحبت ها اولا مثل بمب تو رسانه‌های کل دنیا صدا کرد و به نوعی تن و بدن خیلی ها رو لرزوند. عرض کنم که آقای کمال خرازی گفتن ما توانایی فنی برای ساخت بمب هسته‌ای را داریم. رئیس شورای راهبردی روابط خارجی گفت بر هیچ کس پوشیده نیست که ما توانایی فنی برای ساخت بمب هسته‌ای را داریم، اما تصمیمی در این خصوص نداریم. تنها طی چند روز میزان غنی‌سازی اورانیوم را از 20% به 60% رساندیم و به راحتی میتوانیم به 90% نیز برسانیم. حالا دوستان، یه نکته مهم این وسط هست که داشتن توانایی فنی ساخت سلاح هسته‌ای به مراتب از داشتنش بدون دانش مهمتره. همونطور که شما هم شاید یادتون بیاد، اوباما سالها قبل متوجه شد که ایران از اون نقطه کلیدی عبور کرده و با برجام فقط وقت خرید تا بلکه دولت بعدی آمریکا بتونه اون تصمیم سخت رو در مورد ایران بگیره. اما دولت بعدی هم وضعیت رو نه تنها بهبود نداد که به عزم و اراده ایران سرعت بخشید. امروز اگه تو خوابشونم کل ایران رو بمباران کنن، اون دانش رو نمیتونن از حافظه دانشمندای ما پاک کنن. کما اینکه اینا اگه توان حمله داشتن تا امروز صبر نمیکردن تا به این نقطه برسیم. حالا که جز قبول این واقعیت دیگه چاره ای ندارن. امروز در مقتدرترین شرایط هستیم دوستان و به امید خدا و همت ایران پرستان در سپاه و ارتش این اقتدار بیشتر هم میشه. وفي الموضوع النووي قال خرازي ان ايران باتت دوله على در مورد موضوع هسته‌ای خرازی گفت ایران در آستانه تبدیل شدن به کشوری هسته‌ای به معنای واقعی است و میتواند بمب هسته‌ای بسازد، اما نمیخواهد و آن را قبول ندارد. خرازی در مصاحبه با الجزیره افزود عدم ارائه تضمین از سوی آمریکا در خصوص توافق هسته‌ای مانع از انجام هر گونه توافق احتمالی شده است. بر کسی پوشیده نیست که ما در آستانه تبدیل شدن به کشوری هسته‌ای هستیم. این واقعیت است و ایران توانایی‌های فنی ساخت بمب هسته‌ای را دارد، اما چنین چیزی را نمی‌خواهیم و تصمیمی برای این کار نداریم. با این وجود تنها ظرف چند روز میزان غنی‌سازی اورانیوم را از 20% به 60% رسانده و به سادگی می‌توانیم آن را به 90% نیز برسانیم. خواسته ما خاورمیانه آری از سلاح هسته‌ای است و در رأس این خواسته اسرائیل و تسلیحات هسته‌ای آن قرار دارد. در رابطه با توافق هسته‌ای هم سوالاتی در خصوص محتوای مذاکره وجود دارد. آمریکا تاکنون هیچ تضمینی در خصوص حفظ توافق هسته‌ای ارائه نکرده و این موضوع هرگونه توافق احتمالی را به دام می‌اندازد. در خصوص آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هم اگر این نهاد عادلانه و مستقل عمل می‌کرد، حل اختلافات آسان بود. عرض کنم که آقای محمد جواد لاریجانی هم به نوعی دیگر اظهارات کمال خرازی رو تکرار کردند و گفتند که اگه بخوایم به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنیم، کسی نمیتونه جلوی ما رو بگیره. خب طبیعتا ما که مبتنی بر فتوای مقام معظم رهبری مشروعاً شرعاً اجازه نداریم دنبال تولید سلاح‌های کشتار جمعی بریم از جمله اتمی. منتها اگر یه وقتی بخوایم این کارو بکنیم، طبیعتا هیچ کس جلوی ما نمیتونه بگیره. خودشون هم این رو میدونن. دسترسی‌های ما به معارف مربوط به هسته‌ای، علم و فناوری نوین فخر جهان اسلامه. بسیارم ریشه ایست و من معتقدم یه خورده کندی که در جریان برجام اتفاق افتاد به سرعت بازسازی میشه. تحلیلگران نظامی که میشن میگه خیلی خوب 5 تا جا رو زدیم، اونجا خراب میشه، اما توانمندی اینا که محصول اونجا نیست، اینا دوباره یه جای دیگه دارن و جای دیگه هم بهتر از این میسازن. خب این آینده است که من میبینم. یعنی به تدریج نسخه های فرتوت آمریکا و انگلیس و اینا رو میشه، نسخه حقیقی ما آرام آرام ظاهر میشه. حالا نکته‌ای که با توجه به صحبت‌های دکتر خرازی وجود داره عزیزان این هست که
ایران از نظر فنی کاملا توان ساخت سلاح هسته‌ای رو داره، همونطور که خدمتتون عرض کردم، که این موضوع خودش نشون میده که پس از اتمام ظاهری پروژه آماده ایران و بعدش هم به دنبال پیشرفت در ساخت قطعات کلیدی هسته‌ای و غیر هسته‌ای این سلاح تعیین کننده به همراه گسترش زیرساخت‌های خودش به عنوان مثال در فوردو بوده و به نظر میرسه که این پروژه راهبردی هیچ وقت تعطیل نشده و فقط پوست اندازی کرده، ولی در غیر این صورت نمیشه با چنین اعتماد به نفسی همچین اظهار نظر جانانه ای و اون هم به این صراحت کرد. این صحبت ها در این حال به طور همزمان یه تهدید به غرب هم بود دوستان، و به نظر میرسه که با این صحبت ها غربی ها دیگه باید برگ آخرشون رو بکوبن رو میز. حالا با توجه به پیچیده شدن وضعیت منطق و همقطار و همصف شدن دشمنای خونین ایران، هر روز که میگذره نیاز به سلاح هسته‌ای بیشتر احساس میشه عزیزان. پیشتر هم گفته شد که ایران محکوم به ساخت این سلاح است. در غیر این صورت عواقب بدی در انتظار کشور خواهد بود. بعد از صحبت‌های دکتر خرازی میبینید که رسانه‌های عربی و عبری چطور در حال اشک ریختن از توانایی فنی ایران به منظور ساخت سلاح هسته‌ای هستن. حالا در ادامه ویدیوش هم براتون میذارم. در واقع با این سلاح آخرین امید غربی‌ها مبنی بر نابودی ایران در خواب به طور کامل منهدم خواهد شد. و عرض کنم که به هر صورت پیشرفت‌های اخیر مخصوصاً در زمینه ساخت ماشین‌های جدید غنی کننده و نصب اونا در تعداد بالا و امکان تغییر تنظیم سریعشون به منظور غنی‌سازی 90% و دیگر کارهای مربوطه از جمله تبدیل گاز به فلز اورانیوم کاملا نشون میده که دانشمندای گمنام ایران صرفا منتظر یه دستور راهبردی هستن. حالا همونطور که بهتون گفتم این ویدیو رو ببینید که اسرائیل چطوری داره خودش رو به در و دیوار میکوبه. مشاور رهبر عالی ایران در یک اظهار نظر خاص گفت که تهران توانایی ساخت بمب هسته‌ای را دارد. روی شارون مفهوم این نقل قول را برای من تفسیر کن. بله، آنها در واقع میگویند ما یک کشور آستانه‌ای هستیم، کشور آستانه‌ای اما با یک توضیح. ما میدانیم که آنها توانایی غنی‌سازی اورانیوم تا 90% را دارند اما هنوز این کار را نکردند. آیا آنها میتوانند اورانیومی که 90% غنی‌سازی شده را تبدیل به بمب کنند، یعنی آن را داخل یک موشک بالستیک بگذارند که بشود آن را شلیک کرد؟ این را هنوز نمیدانیم، یا حداقل هنوز اثبات نشده است. و باید به این اظهار نظر اشاره بکنم که به دلیل بن‌بست در مذاکرات مطرح شده که اگر توافقی نباشد و اگر پیشرفتی در مذاکره یه توافق هسته‌ای نباشد، کسی که تصمیم میگیرد ایران بمب هسته‌ای داشته باشد فقط ما هستیم و این دیگر ربطی به شما ندارد و وابسته به تصمیم ما است و هیچ چیز نمیتواند مانع ما بشود، چون آنگونه که آنها میگویند این توانایی را دارند، هیچ چیز نمیتواند جلوی ما را در دست یافتن به بمب هسته‌ای بگیرد. خلاصه اینکه این اظهار نظر هدفش تاثیرگذاری بر مذاکره و فشار بر غرب و همچنین فشار بر اسرائیل است. دقت کردین دوستان که چطوری میخواست با این حرفاش به مخاطب القا کنه که نه، اینا همه بازی سیاسی و از این حرفا. باشه دادا، شما هر جور راحتی فکر کن. بیچاره ها هنوز با درد توانمندی جدید نیروی دریایی، یا بهتر بگم یگان پهپادبر نیروی دریایی کشور، کنار نیومده بودن که اینم اضافه شد. راستی در همین زمینه این کلیپ خفن رو که آجا مدیا یا رسانه ارتش جمهوری اسلامی ایران با عنوان طوفان پهپادها منتشر کرده ببینین که خدایش خیلی حقه. این حوزه کسی انتظار نداشت که قابل بهره برداری باشه و قابل استفاده باشه. این یک نقطه قوتی هست. آماده میشن برای مرحله بعدی که پهپاد میشه. ناوهای پشتیبانی رزمی و پشتیبانی یک ظرفیتی رو دارن که توی این حوزه کسی انتظار نداشت که قابل بهره برداری باشه و قابل استفاده باشه. اون ظرفیت هم این هستش که میتوان در داخل خود همین یگانها همین پهپادها رو حتی تا بحث تولید هم داشت، یعنی در صورت ضرورت. بخشی از دریا هوا و اون فضای بالای سر شناورهاست که باید بهش تسلط داشته باشن، و وقتی که تسلط شما صدها کیلومتر افزایش پیدا میکنه، بدون اینکه از تجهیزاتی که ممکنه توسط دشمن رصد بشه، خب این یک نقطه قوتی هست. ما خب در حوزه نظامی بهش یک اشراف هوایی میگیم و در بخشی حتی برتری هوایی میگیم. میتونیم حتی ترکیبی در حوزه دریا عملیات انجام بدیم، یعنی یک دسته پروازی
پهپادی رو از عرشه یگانها به پرواز در بیاریم، مجموعه فرمانده کنترل رو از یک یگان به یگان دیگری منتقل بکنیم، یعنی صحنه رو کاملا جابجا بکنیم و هر کدوم از این پهپادها یک وظیفه رو عهده‌دار بشن، یکی بحث شناسایی رو دنبال میکنه، یکی دیگه اون هدایت پهپاد انهدامی رو به عهده میگیره و یکی دیگه شرایط محیطی رو از نظر اختلال ها و سیگنال ها در اختیار میگیره و حتی خونسا میکنه. من در لحظه میتونم چند ده فروند پهپاد رو به پرواز در بیارم در لحظه. چند ده فروند خیلی سریع به اصطلاح نظامی ما اون سکوش پر میشه، اون خشابش پر میشه، یعنی چند ده فروند دیگه سریع میاد جای اینا روی این سکوهای پرتابش قرار میگیرن و آماده میشن برای مرحله بعدی که پرتاب بشن. خیلی ازتون ممنون و متشکرم که تا انتها با ما همراه بودین. لطفاً لایک و سابسکرایب ها یادتون نره و این ویدیو رو حتماً واسه دوستاتونم بفرستینش. تا یه ویدیو یه دیگه در پناه حق باشین.